مقامات در شهر نورک گفتند که سطح آب آبانبار نورک 4 متر پایین رفته است. مقامات سبب کاهش یافتن آب را در آبانبار و سردی های ماه انور رعب دادند. حالا آنها امید دارند با گرم شدن هوا آب آبانبار دوباره بالا می رود. نسبت به سال گذشته 4 متر کمتر شده است. از سببی که در امی ماه انور هم خنکی و برق دادند، کمترک خراجات برق هم خراجات آبانبار هم زیاد شد. بلندو پسشوی سطح آب آبانبار را از سطح بحر معین میکنند. سال گذشته پسشوی آب آبانبار 875 متر از سطح بحر بوده است. این سال سطح آب به 879 متر رسیده است. با وجود این مسئولان نیروگاه برقی نورک میگویند نسبت به سال گذشته برق بیشتر تولید شده است. در سال 2022 نیروگاه برقی آبی نورک مقدار 10 میلیارد و 740 میلیون و 854239 کیلووات ساعت انرژی برق استفاده کرد. این 111% نقطه تشکیل می‌دهد. تجدید چرخه های نیروگاه آبی برقی نورک چند سال باز ادامه دارد. سال گذشته اولین چرخه نیروگاه بعدی بازسازی دویم باره به کار در آمد. در نورک نیروگاه های آبی برقی بایگازی نیز فعال است. این نیروگاه نیز برق تولید میکند. نیروگاه برقی آبی بایگازی در دوام سال 2022 و مقدار 2 میلیارد و 321 میلیون و 836 هزار کیلووات ساعت نیروی برق استفاده کرده است. همین نسبت همین نقشه تصدیق شده 113% تشکیل میدهد. در مقایسه با سال 2021 194 میلیون و 490 هزار کیلووات ساعت نیروی برق زیاد استفاده شده گیاد. نیروگاه های نورک و بایگازی در کرانه دریای وخش بنیاد شده است. استحصال اساسی برق را در تاجیکستان این دو نیروگاه انجام می دهد. حالا در دریای وخش در یک ثانیه تا 223 کوب آب جاری شده استاده است. جاری شدن لیمید را هم متخصصان از حد زیاد پس شدن آب آبانبار نورک رب می دهند. مقامات هم امید دارد که با گرم شدن هوا و پر شدن آبانبار لیمید دوباره برداشته خواهد شد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، نورک.